یه تومن به سه تومن، سه تومن به نه تومن، ده تومن به سی تومن. هر چی برنده قرمز از وسط این سه تا ورق پیدا کنه سی تومن برنده میشه. آقایون شانسشون رو امتحان کنن، به ستاقن. آقایون هر چی این ورق قرمز از وسط این سه تا ورق پیدا کنه سی تومن برنده میشه. وای وای به ستاقید چه ستابتم موجب پشیمانی نخواهد شد. آقایون هر کی این ورق از وسط این ورق پیدا کنه سی تومن برنده شده. این آقا با سی تومن برنده شد. بایشم بردم 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 بردم. آقا برای بار پنجم برنده میشه. آقایون هر کی این جوجه را از وسط این ورق پیدا کنه سی تومن برنده میشه. آقایون پول بذارید. باختم. باختن موجب پشیمانی نیست. باز بذارید چانس رو امتحان کنید. بازم بذارین میباشید. آقایون بازم پول بذارن میبرن. یک بار باخ نباید ناامید بشن. آقایون رضا جان کاش خیته. نه دیگه بسه دیگه زیاد بردی. من بزنم چا باختم. میگم رضا با این پولا میشه یه عمر ساندویچ کالباس خورد. نه احمق جان، پس میخوای چی کار کنی؟ ها این شد حتابی یه دست لباس شیک کن بمانه باشه من؟ نه باشه خودم بعد یه راست خونه حاجی و وردست عبدت جون جون من یه افکنون کار کسته یه سال بعدشم داری تو سر فهمیده خطبت هم داری یواشکی میره پی کار که کسی نبینه تو فهمیدی؟ آخه کجا برم؟ برو گورستون. آقا رفتم جا نبود. برو جهنم. هر جا که دلت میخواد برو، فقط دست از سر من بردار. تو برو دیگه. نمیخوام. برو خونه تو. کیه؟ منم رضا. سلام آقا رضا. سلام علیکم رقیه خانم. حاج آقا تشریف ندارن؟ نه خیر، هنوز تشریف نیاوردن. اقدس خانم، اقدس خانم، آقا رضا تشریف آوردن. دم در بده، بفرمایید تو. آقا رضا بفرمایید تو. یا الله بفرمایید. سلام، بفرمایید تو. سلام مشکم شده نکن بعد کلفتی من میبینی به حاج آقا میبینی جورتش نداره. میدونی چند وقت نیمدی خونه ای ما؟ چی کار کنم دیگه؟ این کارهای تجارتی لامصب نمیزن. وگر من دلم میخواد هر روز بیام خونه شما. من که نمیتونم زدی دل بکنم. جون من راست میگی. جونت راست بفرمی تو دیگه. این طرفی که با نکن
ها؟ راستی یه چیزی میخواستم بهت بگم. حاج آقا میگفت بی خودی به پای تو نشستم، تو دیگه نمیای، اما من دلم گواهی میداد که تو حتما برمیگردی. حاج آقا از این حرف زیاد میزنه، اینم حکایت مهری و عروسی گرفتن تو باشگاه. رضا جون واسه تو که این پولا چیزی نیست، اگه نداشتی باز یه چیزی. خودت میدونی که من مهره این خرجم و پولا نیست، اما آدم لجش میگیره که چی بدم مردم بخورن. آخرش هم بگم برنج شور بود، آقا تم انگار میخواد معامله بکنه. بفرم قربونه دست شما را بیخم. قابلی نداری رقیه، بودو برو در آواز. چشم. ممکنه حاج خان باشه. اقدس اقدس کجایی بابا جون؟ خدا مرگم بده. تو اتاق مهمون خونم پدر جون. اونجا چی کار میکنی دخترم؟ آقا رضا اومدن. سلام شما. سلام علیکم. قربان شما. بیا اینا رو به سیخچال، اونم به تو آشپزخونه. خب چطوری؟ چه عجب این طرف ها؟ ما هر جا باشیم زیر سایه جناب عالی هستیم. باید بفرمایین. من نوکر شما باشم. اختیار داری، شما آقایین، سرورین، نور چشم مایین. ما شما رو خیلی دوست داریم. همین دیروز داشتم گلگیتون رو به اقدس میکردم، میگفتم که آقا رضا چرا اینقدر کم لوت شده و دیر به دیر به ما سر میزنه. رقیه بله. یه میوه چای چیزی وردی بیار. خب بعد کجا بودی؟ خوش گذشت؟ جای شما خالی بود آج آقا، مسافرت بودم. ما هر جا باشیم داغوی شماییم. با عزتون برای کارم یه چند روزی رفت بودم مسافرت. این روزا زندگی خیلی مشکل شده آج آقا، وگرنه اینجا خونه امید ماست. ما دلمون میخواد همیشه خدمت شما باشیم. شما محبت دارین آقا رضا. اگه حمله به دروغ نشه و فکر نکنین که دارم تعارف میکنم، باید بگم که شما رو از اقدس هم بیشتر دوست دارم. ما مخلص شمایی. قربان شما، قربان شما. شما نور چشم مایی. نه فعلا با تو کاری ندارم رقیه. من از وقتی که یه الف بچه بودم کار کردم تا امروز. بله الحمدلله وضعم هم خوب. الحمدلله. رک بگم از شمام که خم اومده به خاطر اینه که سرت به کارت بنده. مثل جوونای این دوره دنبال رقباسی و حق بازی نیستی. بله اتفاقا باید عرض کنم اولویه بندم عقیده خود شما رو دارم. آجقا میگه جوهر مرد کاره. رحمت به اون شیری که خورده. از یه همچو پدری یه همچی پسری هم باید دو وجود بیاد. خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. اقدس بابا جون یه لیوان آب خوردم وردی بیار. خب حاج آقا من با عزتون مرخص میشم. اجازه میفرمایید. حالا شام تشریف داشته باشی. قربونشو قربونشو. همه قدم که مزاحمتون شدم باید ببخشید. اختیار دارید دیگه رفع زحمت بود. ایوا آقا رضا به این زودی تشریف میبری؟ با یکی از تجار از طرف عربی برنامه دارم که مجبورم برم. در ضمن امیدوارم این سوغاتی ناوبنم قبول بفرمایید. متشکرم. خب من اصرار نمی کنم، کار واجب تر از با اجازه شما. خدا خدا حفظ شما. به امون خدا. دیگه شما تشریف نیاری. خیلی خوب به سلامت بذارم. ممت بکنم اونگیم چطا می شد ما یه پول می جور می کردیم و داماد حاجی می شدیم. چطا می شد بلانش خانم بشینم؟ نمی کنم. گفتم بلانش خانم بشینم. مگه زودرکه؟ آخه تو بیزرم تروف برد. زودرکی نمی کنم. تو غلط میکنه. مگه مرض داری؟ چرا میزنی؟ بفرم. میزنم خانوم. خانم هم بچه دوست دارم. چرا میزنی؟ چرا میزنی؟ روز که نزدم. میخواستی بزنی؟ که میزنم میباشم. آره چه؟ برادر شما هستم، هم نوع شما هستم. خداوند شما رو مثل من از سلطان بدن عاجز نکنه. یه همراهی، یه کمکی هم به من عاجز نازامن آقا داشت. برو بشین. ما چرا بلند شدی؟ خب میگفتی من برای جمع میکردم دیگه. بشین داشت. آقا برو کنار. آقا برو کنار. بشین داشت. خدا جلوت بده. بشین با جو. آج خلق نشی. بشین داشت. بشین داشت. من برای جمع میکنم. تو فلوت تا بزن. خانم اونا آینا اگه
کسی دلش میخواد به این بیچاره بند خدا کمک بکنه دریغ نکنه، به خدا ثواب داره. این جوون هنرمنده، اما مثل این که چش نداره. تفلک خیلی خوبم فلوت میزنه، اگه چش داشت میتونست تو مراکز هنری هنرنمایی بکنه آینا. اگه معتاد نمیشد حال وضعش هم خوب بود، اما چه میشه کرد، خدا اینطور خواسته. دست درد نکنه برادر، روحت شاد، بدان که خوب میزن. بشنو از نیشون هزار یم از میزونم. انصافاً خوبم چشم چیزی نیست، آدم باز دلش روشن باشه. من برات حتما پولیت جمع میکنم، خیالت راحت باشه داشت. دست شما درد نکنه، این راننده محترم 5000 کمک کرد. ایشالله هیچ وقت تصادف نکنه. شما آقا این آقام یه تومن کمک کرد، کاش که میدید این مردم چقدر تو رو دوست دارن و همه دارن بهت کمک میکنن. شما آقا دست درد نکنه. شما آبجی این خانم هم صدقه سره بچه هاش یه تومن داد، جای دوری نمیره. بیا این دو تومنه بگیر، یه تومنشو بده. این آقام یه تومن داد، باقیش هم نمیخواد بگیره. قربون دست، جای دوری نمیره. قربون شما. تو بشین، نمیخواد کمک بکنی. من فرنگو بکنم تو هم بزن بچه. شما نمیخواد کمک بکنی آقا. این آقام یه تومن داد، باقیش هم نمیگیره. شما آقا قربون دست، قربون شما. شما آبجی قربون دست، شما آقا قربون دست. شما نمیخواد کمک بکنی؟ نه خیر، دلم نمیخواد کمک کنم. اگه یه کمک کنی بعد نیست، گور عاجز ثواب داره با. دلم نمیخواد کمک کنم. آره نیست، این آقا دلش نمیخواد کمک بکنه. خدا هم به شما عوض بده. خب شاید نداشته باشه، عیبی نداره. شما آقا کمک نمیکنین، قربون دست. شما کمک کنین، قربون دست. خیلی ممنون. شما قربون دستت، قربون شما. انسونم پیدا میشه، قربون دستت. به این پور آجازم کمک کنید. شما آقا قربون دستت. شما خیلی ممنون. شما قربون دستت، قربون شما. خیلی ممنون. جای دوری نمیره، 5000 تومان جای دوری نمیره. شما کمک کنید، قربون دستت. شما آقا قربون دستت. شما آنیو یه تا 5000 جای دوری نمیره. قربون دستت، خیلی ممنون. قربون دسته، خیلی ممنون، قربون دسته. آقا یونیک جسی به دردم قربون دسته، قربون. آنتی جون، ای زود من پیاده بشم، راه برای شما باز بشه، بعد من سوار میشم، بفرما. قربون شما. بودو ریزا جون، بودو مواظب و تصادف نکنی. نه برو تو. بودو سود نهارمون در اومد، میگم ریزا جون یه با موتور. نه با بزن بری. میری اومد تا چی گذاشت تا خودروشش کن.
گبره نمیزمید گبره دو سندره سندره شپره قد بسد کنن دست بردن به سر بره برداشم محکم گذاشتم تو بره بغلی بغلی رفت تو بغل بغلی کافه تو هوا منو معلی بیرون تا آمده به جامعه حاجید یه جای امنی بود آره بقید فرس شمالت اوره منو از پرسم رفتم تو جیب بغل بغلی مگه نرزا آره نوشم بند مخلصا هرچی بخوای نمیخونم شادی نصیب رفیقت مشروب نمی کنه نوچ نوچ طرف هنو مرد نشده من مرد نشدم حالا میبینی چی جوری مردم اونا مرد روز ببین چی کامو کنه بسر دیگه بعد ماما من دوست دارم برم براتون برقصم برقصم اگه مست کردی من دوست دارم آخه برم برقصم دیده رضا 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 اون آقا کوره که چش داره با دو تا گنده اونجا نشسته اوناش داره میام آی مردا این خانم کیف منه ذرت کرد اون آقا راجب دوماد آینده داشتی میگفتی جوون مؤدب و سمجین جوونی کم پیدا میشه این جوون انقدر چشم و دل پاکه که سرشو بالا نمیگیره دختره رو نگاه کنه همین اخلاقش هم هست که محبتشو تو دل من انداخته شانس آوردی حاجی که یه همچی دومادی گیرت اومده البته سبیه‌ام دور از جناب دخترهای دیگه است همین چند دقیقه پیش که نمونه‌شو ملاحظه فرمودی بله دختری که تو خونه شما بزرگ شده باشه معلومه دیگه بایدم با سایر دخترها فرق داشته باشه کیه؟ منم اومدم آقا جون سلام دخترم واسه چی چادر سرت کردی؟ جایی میخوای بری؟ نه آقا جون، آقا رضا اینجاست ای بابا، این که دیگه چادر سر کردن نداره آقا رضا که غریبه نیست وای 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 جبرم آخه تنها بودیم، خجالت میکشیدم مگه رقیه خونه نیست؟ نه آقا جون خودتون دیشب بهش گفتیم بره نوش رو ببینیم به خدا اینقدر تنهایی خجالت کشیدم که نگو قربون اون شرم حیات برم دخترم پیرشی بابا پیرشی سامان خواهش آقا سامان خواهش آقا سلام آقا رضا خیلی وقت تشریف آوردی یه کمکی هست حاج آقا خب بفرمین بشینی نه دیگه خواستم با عزتون کم کم بفرمین آقا رضا البته اگه عزت بفرمایید چون با عزتون کار دارم یه خورده باز برم به کارم برسم آخه چه تو هنوز نیومدی میخوایم بری خب دیگه آخه یه خورده بشین آقا رضا حالا که آقا جون اومده بفرمایید بشینید
قرض عرض سلام بود. بنده به اندازه کافی مزاحمت ایجاد کردم خانم. آخه این چجور عرض سلامیه که هنوز نیومده؟ آقا جونم، آقا رضا وقتی اومدن بهشون گفتم شما منزل نیستین، ایشون هم چه خانکی گفتن کار دارن، حالا تو رو دروازه گیر کردن، برای همینه که میخوان برن. مگه نه آقا رضا؟ بابا داشتم گردگیری میکردم که آقا رضا اومدن، تا رفتم در رو باز کنم گل پشت رو نداره آج آقا، پایز بعد مرخص باشین، تشریف داشته باشین، میخوام چند کلمه با تو صحبت کنم. بفرمی بشینیم، بفرمی اقدس تو باری بیرون دخترم، باری ببینم، برو آخه خود چی شد آج آقا؟ اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نشده، ولی میترسم یه چیزی بشه. الان مدتیه که شما رو دختر بنده اسم گذاشتی، همه اهل محلم میدونن که شما میایین و میرین. همین امروز یکی از دوستان از من میپرسید که پس عروسی سبیه چطور شد، اما من جوابی نداشتم که بهش بدم. میدونین حاج آقا، آخه باید ترتیبات کارو فراهم کرد. الان مدتیه که قرار ترتیب کارو بدی، هی امروز و فردا میکنی. رک بگم آقا رضا، من شما رو خیلی دوست دارم، اما تو محلم آبرو دارم، آخر این هفته بهتون مهلت میدم تا ترتیب کارو بدی. چشم حاج آقا، چشم، حتما. اتفاقا درست قبل از اینکه شما تشریف بیارید خود منم تو همین فکر بودم حاج آقا. چشم، به روی چشم حاج آقا، حتما ترتیب کارو میدم. خب با عزتون دیگه من مرخص میشم، بیزه میفرمه حاج آقا. حالا تشریف داشته باشین، یه چایی، میوه، یه چیزی میل کنی. نه دیگه مرخص میشم آج آقا، با عزتون، قربون شما، خدافظ شما، صاحب اختیاری، یا الله، ببخشید، خدافظ، قربون شما. دیدی که راست شد دلم، ممل دارت هم که باید داری. سلام، دیدی شم آوری ها؟ خفه خون بگی؟ من که چیزی نگفتم، فقط گفتم آره. دوست دارم بگم آره دیگه. آر باره تو را چه به این حرفا؟ باشه من اصلا با تو قرم. خیلی خوب قرم نکنم عمل جمعون، چه دل نازا، خیلی خوب. میدونی چیه؟ نشد، منم خیلی خوشحالم که نشد. در فکرشو کردم دیدم تا آخرم جلوی دختره طرف کندم. خب تو که نیت خیر داشتی. اصلا میدونی چیه؟ من همه کاره هستم، ولی این یکیشو نیستم. ببینم پس چی کار میکنی؟ هیچ، این مشکل فقط پول حل میکنه. باز رفت دنبال پول، همینو همین. باشه، من پول دوست دارم، بری. دوست داری؟ پس بزن بریم دنبال پول. بریم پیش. تقصیر منه، خودت خراب کردی، به من چه مرکوزه؟ اگه تو بابا رفتی دیگه اینجوری نمیشد کرد. من اصلا ندید خودت خراب کردی. جماعت خیلی معذرت میخوام، معذرت میخوام که زور رفع کنی. بیدار ما کشیم، خدا ببخشه. ای بی نداره همه جمع کن. ها؟ چیه؟ چوچه فیله؟ بدای سرتون بیتر بیاد زور رفع داشتین رو فیلم ها یه خور بیتر بیاد. ای بی نداره بفرمایید. ذرت بفرمایید. گرم بوده دست. از همین بغل خریدم. قربون شما، واسه اینکه دست شما رو رد نکرده باشم یه خوردم میخوام. منم میخوام. اتفاقا خیلی هم دوست دارم. اما بدبختی های زندگی واسه آدم حالی نمیذاره که داشت. بفرمایید بشین. قربون شما. آخه میدونی تفریح نه پیرم ناخوش رو به قبله. آره. تو این دنیا بیشتر از هر چی که فکرشو بکنین دوست داشتم. حاضر نیستم من یه خار برای تو باش، اما از بعد بیاری من بدبخت حالا زمین گیر شده. الان دو ساله. آقایون شما اینجا نشستی؟ آره میبینی که نشستی. ببخشین که حرفتونو بریدم. طور نیست، حرفتو بزن. ببخشین جسارتیه، میخواستم ببینم اگه واسه تون زحمتی نره این دو چرخه مال فقط دو دقیقه بپن تو من برم این پشت آخه یک گرفتاری فنده پیدا کنم. آه اشکالی نداره، نداره این بقا قربون شما، خیلی هم ممنون. خب گرفتاری داری دیگه. قربون شما، خیلی مورد. دیدی من چیزی مستوری کردم؟ چه میشه کردم؟ آدم باید به همهش کمک کنه. آره صحابی رفت دادم شاب درازین برای مادرم که مریضه دعا بکنم. ایشالله خوب میشه، ایشالله.
گفتم خدایا من فقط 100 تومن پول بیشتر لازم ندارم. اون وقت برای مادرم انقدر گریه کردم که بیهوش شدم داشت. تو بیهوشی یه صدای شنیدم که گفت ای بنده من، ای بنده من. چیه؟ نقبه که من ما این پول برات نیفتیم. من مادرم از تو میخوام. دست ازم بچه ول کن دیگه. نمیخوام من باویی کنم. عیب نداره برادر، درست میشه. آره داشت درست میشه. آره هی اونجا رو ببین. میبینی؟ میبینی؟ گردنبند، یه گردنبند طلا، طلای طلا روشم نوشته ادا. اونجا روز زمین افتاده بود، این همه آدم اومدن رفتن، هیچ کدومشون نید. این خواست خدا بود، فقط من دیدم و تو. روشم اسم خدا نوشته شده. خیال میکنه چرا؟ نمیدونم والا، نمیدونم. چی رو نمیدونی؟ این همون پولی که من از خدا خواسته بودم دیگه. میبریم میفروشیمش، باشه؟ باشه. این داده بیداد امروز جمعه از تمام زرگریان بسته است. خدای چیکار کنم؟ گوش کن، این 400 تومن شیرین میارزه، نصفش میشه 200 تومن. من اینو ور میدارم، 200 تومن میدم به تو، باشه؟ مکرت هم هستم داداش. اختیار داری شما آقایی. اما من که پول ندارم. اینو تو وردار، 200 تومن بده من، باشه؟ بله. من همش 120 تومن پول بیشتر ندارم. من فقط 100 تومن از خدا خواسته بودم. بیداش بیا بقیهش مال تو. بفرمایید خودتون بشمارید. دیاجی نیست داشت، قبولت دارم. خب حالا اگه اجازه بدین من با اجازتون مرخص میشم. برو داشت، برو دست علی به هوا، برو داشت. خدا حافظ. خوش اومدی. خوش اومدی مشرف، خوش اومدی. خواهی تو سرت گول شو. مرد آقا جون آتش کن بریم که خیلی ته. چی آتش کنم؟ دو چرخه رو بزن بریم. ببینم خواهد من چون کجا داری میری؟ کجا؟ کجا داری میری؟ خب داریم یه جایی میریم دیگه. آره داریم میریم خونمون. خداحافظش. خداحافظ محمد، میری خونتون. کجا گیرت بردم؟ اینو میبینی؟ آره بابا میبینم، کور که نیستم. میبینم بابا چیه؟ یه توقعی دو چرخه. حلقه دیگه، شایدم حلقه عرضتون بشه. تو برای این حلقه یک قرونی 65 تومن از من بدبخت پول گرفت. من؟ به جون شما من نبودم. آره دایی ما از این کارو نیمی کنی. حقباز بوده، کنه بردار بوده، چاخان بوده. ببخشید سرتون چنده؟ من باز برم مسجد، میترسم نمازم قضا بشه. خدا حافظ. فلش کن ببینم چی کارش داری. کاری باش ندارم، فقط میخوام جیباشو بگردم. همه جیبای منو بگرده. بلکن که دوز گرده. بلکن برای اینکه ببینم از این آتش خالا بازم تو چه تا چه مرگو تو دست تو بلکن. عجب پرروه، میخواد چی به آقا رضا رو بگرده؟ میزنم تو گوشه تا. پس اینا چیه ناکس؟ اینا چیه؟ مثل این که مال تو این نداری؟ اینا مال رفیق هم هم اینا. خب ما تو خیابونا میگردیم و از این چیزا میفروشیم. مال خودمون نیست. بله حالا حالا راستش رو ببینم، این حلقه رو به چند انداختن؟ 65 تومن. چرا 5 تومن بیشتر نمیارزه داشت؟ خجالت نمیکشه، عین کنه چسبیده، بزنم تو سری. بله خب 45 تومن شد، رفت بیا. حالا من که حالا پول پیشم نیست، باید باید برم من یکی قرض بکنم. یعنی که این دو چرخه هم بهت میپوشم. دو چرخه تو بفروشی؟ حالا دیگه مجبورم، چه کنه؟ تا که مسلمونی سرت نمیشه، دو چرخه هم بهت میفروشم. ببینم دو چرخه مال خودته؟ آره نوی نو هم هم تازه خریدیمه. بله خب چه هم میخوای بفروشی؟ بالا 350 تومن یه ماه پیش از کمپانی زیمبالاتسکی خریدیم. 200 تومن هم یه شکمتر نمیدیم تو نمیاره. بله آخه اینو کی 200 تومن میخواه؟ پس چند خریداری؟ اگه کاغذ خرید داشته باشه بلکه 100 تومن. همه چیز داره، مثل عروس هم را آمده. تماشا کن اینم هم میخواهم. ببین چرخه چقدر خوب میچرخه. قراره فردا بریم نمرش بکنیم. نمره ترانزیت میگم چطوره اینو به من بفروشی؟ خیلی خوب مال
دانش بده بعد سوارش رو امتحانش بده. خیلی خوب داداش، پس این پیشت باشه تا من دوچرخه رو امتحان کنم. وقتی برگشتم میریم محضر معاملش رو تمام میکنیم. باشه باشه، هر طور که ملت. ولی قبل از اینکه بریم محضر خوب نگاش کن، اگه راضی بودی اون وقت بریم محضر. خوب سوارش رو امتحانش کنی. ببین چه میگم، یه گشتی بزن ما همینجا هستیم. اینا ببخشید که معطلتون کردم. شمایی؟ آره خودم. اینجاتون چی شده؟ رفته بودم اون پشت چیز کنم که با یه یارو ژیگولو دعوام شد. گفت اینجا چرا دیگه؟ گفتم به تو چه؟ مگه تو مفتشی؟ مگه قبل باباته؟ اون وقت پریدیم به هم، یکی اون یکی من. خلاصه همچی خوب مالوندمه. خوب مالوندمه. پس دوچرخه من کشش؟ دوچرخه؟ آره دوچرخم کش. حرف بزن بگونم. بالا نمیدونم دوچرخت؟ آره دوچرخم کشش. داشت دومت برده داشت؟ هه اونجا رو نکن یارو اونجا تنو دوچرخه رو نبرده. نمیتونه دستا فرار کنه. الان میرم دخلش میاره. آره برو بگیر. داداش تو اگه یهو دعوات میشه ساعتت نیش کنی. راست میگه. قربون دستت. مواظب باش که دستت نیفته. یا آقا باشه. آهای باش بینم. باش بینم. بزن بچه هک بریم. همینجه استاپ پلیز کرد. یس. تشکر ممل یه باد کلاد باد یعنی در رو براتون با کنم. یز 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 بفرمایی. تشکر تشکر تشکر. سیز سگ مریم خبر میرم. عجب سگ درازگوشی داری شما. آخر اشیده شد خک بچه. به من چه تفسیر سگتونه؟ آی یز رو بگم ممل دوز کلاد باد بریم دوز کلاد. یز یز برای کلا؟ یس بودو 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 سگی سیبا بودو. سلام قربان. سلام علیکم. بفرمی بسر ببین آقا چی لازم دارم. یس مو ریمیز فر پیگ دارد سلام پیگ Of course. Of course, yes, yes. Of course, she has. And شما چی لازم هست؟ سیگار خارجی؟ Oh no, 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 no. ما سیگار خارجی لازم نی. آقا موسیقی چی میخواد؟ Everything. باشم خواهی. سریش ده. Yes, mom, yes, mom, yes, mom. بعد این جنس ویاو رات تا پنتی نیست ما و. Oh yes. And گه کلاسیم فی فی بوه هم سه در روانی گنو روی اس. خیلی خوب. حالا فهمید. تازه لازم هست. No, oh yes, yes, yes. ما چیز لازم هست که دم کرد، پوکت، بعد من باید بیام و ترجمه بشم برا که بیا نگاه کن اینه میخ چسبیده به زمین میزنم اتا این هست برنج. او هست برنج. یس من مقداری از او لازم هست برنج. بله هست برنج. پنج کیسه. آره آره پنج کیسه. پنج کیسه کافیه. من لازم هست یک کیسه. وان کیسه. یک کیسه. پسر یک کیسه بذار اونجا. ممنون. یکی دیگه هم بذاروش. ممنون. یس نو گوش با موسیو. این yes. دوتا کیسه هر کدوم 30 کیلو هست، یعنی 3 تا 10 کیلو. یس یس یس. دیگه چیز دیگه لازم هست؟ او من هست مقداری لازم از این. از این؟ یس یس. هی فاست می پیپ پیپ زم لزین. از این از این. یس یس. اینم بگیر. بیا این سبدم بردار. نو وای من مربا میخوام. آه نه نه مربا لازم نیست. این نوبونش فرقی نداره. دیگه چیزی لازم هست؟ آه دیگه چی؟ فایش چی فایش بگیم؟ یس یس نو خودش میدونه. آه ببینم همش روی همیشه 800 300 4 تومن 8000 دیدی بعد شد من همه پولا ایرانی داد این انگشتر برای کانون خرید. دیدی بعد من از شما خیلی معذرت خواست آقا. میشه این انگشتر گذاشت اینجا پیش شما جنسا برد بعد رفت پولا برد جنسا داد به شما پول برد. میدونید موسیو من لازم دید اون انگشتر. او شما لازم دید این انگشتر بفرمایید. من این انگشتر را 2000 تومانی کردم. 2000. یه یه 2000 تومانی این انگشتر را کردم. باشه مسیو باشه. شما این انگشتر داد صندوق. داد صندوق. بعد اجناس برد. اول اجناس برد بعد انگشتر داد. یس.
حساب جنس های موسیو رو ببر بذاری. تانیر موسیو. آقای صندوق، حتما شما شنیدون آقا چی گفت. من این انگشتر گذاشت اینجا، بعد پول آورد، انگشتر برد. البته رسید لازم هست، حتما شما باید به من رسید دار، چون انگشتر خیلی خیلی گران هست. متشکر، متشکر. از شما خیلی خیلی تشکر کرد. شما لازم هست اون رسید به من داد، بعد من پول آورد به شما داد. شما با اون آقا بگو دوز کلات برد. دین؟ یس؟ خدا را گردان میدید. قربونی شما، دوز کلا برد. آری بیدر چی؟ سعی همه تو بسولش کرد. یس؟ یس. من از شما خیلی تشکر کرد. تشکر. گوش کن، من الان پول ایرانی هم را نیست، بعد پول آورد داد اونجا به شما انعام داد. یه وقت پول نیست. شما نو شما لازم هست، شما این سگ برد گردش، بعد فلنگو من این سگ برد تو ماشین چون بکن دیگه. بلاخره ما نفهم دیگه سگی یک کامل جهتان چطور میگم چون بزن موخی شد دیگه چی هست موسیو؟ من هست مامور، شما کند و شما برد زندان رضا آفخاز. چرا شما این کار کرد؟ سلام علیکم. رضا افقط بلند شو بساطتو جمع کن. رد شدن. آره بجم رئیس تو دفتر منتظره. خوش برم آزاد. زود باش مطلع کن. رضا خوش برم. بله که آزاد شدی. قربون شما. رضا جونم قربون دست. این کاغذ بده به مادر. چش روی تنام. یادت نره. یالا دیگه. بلم آزادم. بجم بچه هم بگیم. بچه هم بلم آزادم. اصلا بذار من بشم. آزاد شدی. آره اگه بدی خوبی دیدی ما رو حلال کن. زود برکت یا ما رو چشم من دیگه برگردم خواب نما شدم. توبه کردم عهد کردم دیگه آدم خوبی بشم. آره هر وقت پدره توبه گرگ مرگ. ناچاسه بی همه چیز دو روز پیش یه تصویر شیشه ای رو جای یه تصویر شما مقصود اسمال غالب کرد، حالا دیگه واسه ما خواب نما شده. بله بله حتما در اولی پر سلام علیکم. اوهل میدم خود مطمئن باشی. بسیار خوب، بسیار سلام علیکم. سلام علیکم جان سرما. سلام علیکم. سلام. وای به حالت اگه یه مرتبه دیگه با این آتشخالا بیارنت اینجا. چک جان سرما، اگه دستان ببرن نه ممکن است طرف این کارا برن. جان سرما اگه نصیحت های شما نبودا ما هیچ وقت جان سرما به اینجا نمیرسیدیم. اجازه بدین دست شما رو ببوسم جناب. چک جناب سرما، من آدم گمراه بدبخت بودم جناب سرما، اما حالا دیگه آدم شدم. شما باعث شدید من آدم بشم. من باید پای شما رو ببوسم جناب سرما. اگه اجازه ندین میز کار شما رو ببوسم، چف اتاق رو ببوسم، اصلا میرم این سرکار رو ببوسم جناب سرما، اصلا دیوار اتاق شما رو ببوسم. کافیه من نوکر شما. حق بازی کافیه. چش جناب سرما، من نوکر شما جناب سرما. لباساشو بهش بدی. بیا جان سرما، من نوکر شما. بیا اینجا رو امضا کن. ایز بدید دستت رو ببوسم جناب سرما. نمیخواد اینجا رو امضا کن. چش اینجا رو امضا بکنم. بله بله همین. بفرمایی جناب سرما، من بهتون قول میدم دیگه این طرف رو پیدام نشه. بهتون قول میدم دیگه با این آتشخاله این طرف رو پیدام نشه. وای به حالت اگه دفعه دیگه با این خرت و پرتا بیارنت اینجا. چک جناب سرما، من نوکر شما جناب سرما. ببینیم و تعریف کنیم. حالا میتونم برم؟ بله آزادی، لباس خود از سرکار بگیر و برو. جناب سرما فرمودن آزادی، نوکر شما. ببخشینا قربون شما. سعی کن آدم بشی. چه جناب سرما فهمیدی؟ بله حتما قربون شما. رضا با هم رفیقون. آقا رضا هم با من رفیقه. قراره امروز از زندون آزاد بشه. این آقا رضا کیه؟ من آقا رضا با هم دیگه کلا چیز میکنیم. کلا میفروشیم؟ آره کلا میفروشیم. آره اونها هاشش اومد. خواب اینم از خواب. بیا بیا بگی ببینم. بعد من ده خیلی خواب. رضا جون میخوای یه دونه جارو بخرم واسه ننه؟ نه ننه جارو برقی داره. بگی ببینم. قربونت. بعد من بیا بگی. خیلی خوب بزن بچه ها. کی؟ من بزنم بگی. آره تو بزن بچه ها. یال گردی.
بازم چه بایستادی؟ باره تا ننم نهیده تد باره ده من که وان ازدادم بفرما نشستم بیا بگی بتا یه اما سود خود نزنه یا اگه میخوای سود خود نزنم باز سود دیه آقا تا چی از جونه من میخوا بچه؟ یه جونه با آقا بازه چی میزنی ده؟ همهش منو میزنه منو که تو رو از زندون آوردم از دیرون چه چاق مادی؟ وای نمه من شب بزن سیاه شده بود واسه تو چه رو چاق شده؟ خدا نکنه گرمه تو بنظر بشین چرا خسته؟ بیا بشین الان خستگی در میره تو منم برم بسن تو چای داغ بیا من تو که منو پشتی آخه خدا نکنه بفرت برم الهی دیدی راستی ننه نگفتی که این همه مدت تو کجا بودی؟ رفته بودم بندر بندر تمام این مدت چش رو چش نذاشتم منه همش کار کردم خب انصافا اونام پول خوبی بهم دادن و خودم گفتم آقا رضا همه چی رو به راه میشه دیگه تو هم آدم حسابی شدی اما همچی که همه گذاشتم تهرون و یه چشم هم دادن چمدون همون بردن ننه خدا مرگم بده ننه ننه تو نمیدونی مردم چقدر حق باز و کلک و حرف خط شدن چرا ننه میدونی اگه بدونی چه سوغاتی برات خریده بودم انصافا همه شو بردم این حرفا چیه ننه جون من که توقع سوغاتی ندارم حالا اینقدر خود تو ناراحت نکن فدای سرت آخه هیچی واسه هم نذاشتن ننه اب ندارم فقط همین یکی تعجیم هم مونده یه ریز تلاست قابلیت شما رو نداره ولی خب از آف گذشتت منه جون اینوی فداد چم دست درد نکن من فقط از خودم میخوام دومادی تو رو اگه چمدون همو نبارده بودم خب پسرم ایشالا به سلامتی کی دوماد میشی؟ اگه خدا بخواد برنامه آینده اینشالا قربون اون لپان چاقت برم ننه جان آخه ننه جون عروسی خرج داره اونم چه خرجی واسه همینه که از صبح تا شب دارم خودم رو با آب و آتیش میزنم ننه جون واسه گل روی دختره این یه آبش بود ننه جون خیلی خاطرشی میخوام یعنی اصلا خاطر خواشم اینشالا مبارک باشه پسرم خدا به پای هم پیرتون کنه نادی گای بیا نه جون گربونش برم ننه جون خدا نکنه ننه جون هر که دست و بالم خالیه اگه شانس بزنم و خدا بخواد پول دار بشه من چی رو برام میشه ننه جون یه ذره روغن به اون موهای فرفری بزن تمام دخترها عاشق میشن برام قش و ریسه میرن برگر کمرم بره قر و قر و قر شما بره جر و جر و جر بسابتون میرسم جون هر چی میخوام صورتم رو صاف بکنم که مگس روش باکس باد بکنه اومدم بابا ننه جون چه داره سود میزنه ها؟ چی میدونم ننه؟ گفتم سود نزنم من یه زر پر زر پر اگه داستان باید برسه میدونم با چه معاملهی بکنم به زر صورت هم بترشم ننه جون دلم واسه یه چی که شده این آرتیسته که برای دختر دلش تنگ میشه با حالا کجا میخوای بری؟ اگه ایزه بدی ننه جون میخوام برم ببینمش آقا قید وقتا که جمالاتشو ملاحظه نکردم ننه جون برونه تو برم ایشالا خب ننه جون خداحافظ کفشام با اجازه به سلامت نیوم دیوار برم بالا مریضی اسکو بیزنه بچه چیکار کنم حوصلم سر ره داره که حوصلت داره بار گام شده مردار دستم رود بلند شا باشه باشه دوست نکنه همچی میزنه که بیزنه که جونه در بیاره ببخش به
پیش بیدر شد. یعنی چی آقا؟ بی خود مزاحم نشی. دادادو که میشنوم آقا دیوونه میشم. اما آقا که ندیدم عبد شد. ایوا رزو توی خدا مرگم بدی. حالت چطوری؟ خدا نکنه داخمن نوکرت. خوبی خوبی، اینقدر زبون بازی نکن. تو نمیری دنبال کارهای تجارتی خودم بودم؟ بسه بسه، چخان بازی رو بذار کنار. گوش کن عقل جون. تو گوش کن، من میترسم آخرش حاج آقا منو بده به یکی دیگه. ده کی؟ ده مگه علکیه؟ من دارم خودم با آباتیش میزنم که بساط عروسی جور بشه. اون وقت تو حرفت بی‌وفایی میزنی. ببین بذار یک کلام بگم و راحتت کنم. هر چی زودتر پول عروسی رو جور کن و با حاج آقا تینا پاشو بیا اینجا. وگرنه چی؟ من دیگه نمیتونم جلوی قرقره بابامو بگیرم. باشه خانم خانم، پس دیگه نمیام تا پول عروسی رو جور بکنم. امیدوارم دوباره سه ماه دیگه تو عقدم نخه جون. نکشی عقدم. آجی فیروزه؟ فکر کنم سال یه روزه. بفرمایید. ببخشید داشت خیلی معذرت میخوام. این طرف چی بود؟ کاری کوبالتم، خواننده بین الملل. کدو تنبل بین الممالی؟ اگه منو میگی که نمیشناسمه. خفه خب قربون. ایشون هر شب چقدر کارته بند؟ 5,000 تومن. یا 5,000 تومن؟ رضا خیلی پولا انجنگوش میشه یه وقتم. ما چیمون از این یارو کمتره؟ رفتم که خواننده باشه. آره داره موزم میخوره. Thank you.
تشکر، تشکر. من حالا برای شما یک آهنگ ایرونی کراسانی کند که امیدوارم شما خوشتون آمد. از عشق روی ما هست، از عشق روی ما هست، دل باز می پریشه، هرچی می خم حقی رو، هرچی می خم حقی رو، دوست کنم می ولی اگه کارمون اینجا بگیرم با صد یه دست لباس نو به نو به نو میخرم. من لباس نو میخری برام؟ آره لباس نو میخرم. کی میخری؟ بگو کی میخری. چی اومد؟ خودمونو بکردیم. چطور بود صدا؟ سلام مادمازل. سلام. قربون شما، قربون شما. تو خونه راجب اون صحبت میکنی؟ بعد از شام. چشم، بعد از شام. رفیقا معرفی میکنم، تو گاه کرامت میخونم. بله، یه فکری براش میکنم. یه فکری براش میکنم. خب با من بیا. با اجازه را. گود بای، بای بای. برای نگاه اون دست گرمت میکنه. چی من اگه میکنه؟ مشروب. نه بشینم دیدم. خودتم درش. خودتم داشته باش. البته میدونم خیلی ناقابله، ولی بهت قول میدم از همه چیز بی نیازت کنم. ماما، 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 بلند شو. من سلام. من تو خونه نرفتی؟ منتظر تو بودم. منتظر من؟ اینجا منتظر من بودی؟ بگو ببینم. خوش گذشت. جای شما خاله بود خنده. تو دیشب تا حالا خونه اون زنه چیکار می‌کردی؟ داشتم راجع به قرارداد صحبت می‌کردم. خب چی شد؟ تمومش کردی؟ واسه من لباس نو می‌خری؟ آره تموم شد. ولی من دیگه آواز نمی‌خونم. چی؟ من به دور پدرم می‌خندم آواز بخونم. می‌بره. ببینم با لباس من چی؟ اوه چه سنگینه. جونم. اوه.
چکوندمش. قربون دست چای پره بود. ما اینیم دیگه، ما اینیم. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد آقا استاد کار تا که شاگرد شکر ریزی نشد. درسته که پهلوانی به زور بازوه، ولی ارسی هم هست. آره آیا اون بندره که میبینی نواده دختری سید حسن رزازم؟ راست میگه، منم نواده سید حسین بندر. پهلوان اکبر خراسونی هم دایه مادر بنده بوده. شاید شماها هیچ کدوم باور نکنید. اجماعا صلوات بلند قرض کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آره شاید شما هیچ کدوم باور نکنید، ولی همه مردم اینو میدونن. آیون موقعی که مرحوم پهلوان اکبر خراسانی یعنی دایه مادر بنده وارد گود می شده با به قدرتی خدا سردر زورخوره می رفته بالا. آره راست میگه، می رفته بالا، بعدش هم شیجه می اومده پایی. اجمان سلامات بلند خط کنیم. اللهم نتوان شد به سهل آسانی پهلوان اکبر خراسانی. چچله رفت پیش سلمانی. میگه پسر کوب ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. چه مردی بود که از زنی کم بود، برادر زن میخ سندان. چرا میزنی؟ آیو بنده گدا نیستم، بنده پهلوان اکبر خراسانی دایی مادر بنده بوده، من با فیل کشتی گرفتم، من تو قفس شیر رفتم، من خر بالا پشتمون بردم. آره راست میگه، منم سوارش بودم. آن وقت شما تو معرکه من تندر قطبور ریختی. بابا ای بالا، هاشا به مروفتتون، هاشا به کرمتون، هاشا به مردانگیتون، هاشا به معرفتتون. حالا گریه نکن، بیاین یک قرنی رو من بهت بدم. آقایون به من عاجز کمک کنین، شب جمعه است، شب خیراته، قسط ماشینمون عقب افتاده، لامپ تلویزیونمون سوخته، اگه میخواین زنجیر رو پاره کنه کمک کنین، ها میتونین کمک کنین که اونم تا میتونه زنجیر رو پاره کنه. ببین این پولا بسته پهلوان. ها برو اون زنجیر رو برمی ببینم. چش بیا اینم زنجیر. آیون این زنجیر رو خوب تماشاش کنین، بعدا نگه قلابیه، خوب تماشاش کنین، چشم بندی نیست. همه تون تماشاش کنین، دیدین هیچ عیب نقص تو این زنجیر نیست. بیا ببن ببن میرم بچه، خوب ببنده سفت و محکم ببن، همچین ببن که بتونم پنش کنم. یه رو بگیم هر کی میخواد این زنجیر پارشه سلامت بلند خط کنم. ماشالله یعنی بچه‌ها خیلی مواظب باشید. آقا انجام شد. حالا کمدی من نوکر همه‌تون.
حالا برای تو یه مجموع کاره میکنم اینجا چیزی برنامه خودم آهای پهلوون پهلوون اگه راست میگی من یه زنجیر دارم میارم پارش کنی 100 تومن بهت میدم نوکرت هم هستم آقا فرمودن یه زنجیر واسه شو پاره کنم 100 تومنم بهم میدن برو زنجیر تو برد بیداش 100 تومنت هم حاضر کن برو نوکرت هم ما از این بیدا نیستیم که این باد رو بلرزیم آقا خود زنجیر واسه پاره کنم هرچی کاری نداره خب بریم سر کار بعدیمون بعدی رفته حالا واسه ما زنجیر بیاره سریره به داد کنم برو کنار آقا آقا برو کنار واسه کنار برو کنار آقا برو کنار خب داشت زنجیر تو آوردی این از زنجیره زنجیر آقا رو نگاه کنیم برای ما فرقی نمی کنه ما از این بیدا نیستیم که این بادا بلرزیم به من زنجیر تو آقا اما شما خودتون حساب بدین هایون این زنجیر دلار رو به فیلم ببندی نمیتونه پاره بکنه ما زور خودمونو میزنیم انشالله که پارهش میکنیم بعدش چاری بادی آقا زنجیر پاره بکنیم بس آقا تموم شد سریع تو رد کن بیا بذارش پیش شاگرد من که آخر در زیرش نزنی داشت حالا زایون ما رفتیم سر پاره کردن زنجیری که این آقا واسمون آورده 100 تومنم به همون پول داده باشه باشه مالا باید چیکار بکنیم باید چیکار بکنیم این زنجیر پاره کنیم ای والا ای والا ای والا هر کی میخواد این زنجیر پاره بشه تنواتا بلند خط بکنه زنجیر پاره بچه ناپاک و حرومزاده از معرکه بره زور بازو و پهلوانی به حرومزادگی و حلالزادگی مربوط نیست یا زنجیر رو پاره میکنی 100 تومن میگیری یا هر چی جمع کردی ازت میگیرم چشم بدا جون هرچی مرد پاره نمیشه جون تو پاره نمیشه یا پاره میکنی یا هرچی جام کردی آزاد میگیرم خیلی خوب آیو ما یه زور دیگه میزنیم آیو این زنجیر پاره نمیشه این زنجیر رو فیلم نمیتونه پاره بکنه چه برسته به من والا پاره نمیشه بلا پاره نمیشه به خدا پاره نمیشه آیون آیون این زنجیر پاره نمیشه به خدا پاره نمیشه شما الهی مملی قربونت برید هنوزم خوب میتونی مردم این دور زمونه رو رنگ بکنی دیگه نمیشه
نه مردم رنگ میشن، نه من کسی هم که بتونم مردم رنگ. دیگه تموم شد. نمیدونم چرا دنبال هر کار میرم به خنسی برم. یه عمق قلمو گرفتم دستم و مردم رنگ کردم، اما حالا سر تا پای خودم تو رنگ. من بغداد جریانو میگم، راستش بهش میگم. بالاش بریم برم. من لیاقت تو رو ندارم، به خدا ندارم. همه ی حرفی که تا بال بهت زدم دروغ بود. من حاجی‌زاده نیستم، یعنی اصلا بابا ندارم. فقط یه مادر پیر دارم، ملک و املاکم ندارم. میدونی من چی کنم؟ من یه حقه بازم، من یه کلاهبردارم، من یه بیشرفم، میفهمی؟ من اصلا به این حرفا کاری ندارم، بهت عذر بخشم، دوست دارم. چرا اینو نمیفهمی عقدت؟ آخه من نمیتونم زن بگیرم. چرا نمیتونی؟ واره نمیتونم، به پیر نمیتونم، به پیغمبر نمیتونم، نمیتونم. لابد دختر دیگه ای رو زیر سر داری. این حرفا رو هم داری میزنی که من از خودت دل سرد کنم، اما من تو رو دوست دارم. آخه تو از چیه من خوشت اومده دختر؟ نمیتونم. عشق بزن بلنش بریم خونه. دیر شده یا حاج آقا دل نگرم میشه. چیه؟ چرا اینجوری منو نگاه میکنی؟ هیچی پشه بریم. نمیری تو؟ شما اگه خیلی از دیدن من خسته شدین میتونین تشریف ببرید. خیلی خوش دارم. کی؟ همون دختر. دختره کی؟ دختره دیگه. من رنگ نکن رضا، اونقدرم که تو فکر میکنی من خر نیستم. میدونم که الانم عجله داری خودتو بهش برسون. خدا شاهده اشتباه میکنی، دختر دیگه ای تو کار نیه. از قول من بهش بگو که نمیذارم این لغمه چرب از گلوش بری پایین. اونقدر گلوش رو فشار میدم که خفه بشی. آخه کسی نیست که تو بتونی خفش بکنی عقده. چیه؟ ناراحت شدی گفتم خفش میکنم؟ تو حالید نیست چی داری میگی؟ سلام. بعدا خودت میفهمی که اشتباه میکردی. به هر حال آرزو میکنم خوشبخت باشی. تعقیبش کردم. من که خیلی میترسم. لازم نیست بترسی، خودتو اونقدر شیک کن تا خجالت زده شون بکنی. این انگشتر الماس یادگار مادرم، اینم دستم میکنم و اونقدر جلوی چشاشون میگیرم تا کوشه. آخه بریم خونه دختره بگیم چی مادر؟ میگیم اومدیم خواستگاری برای داداشم. دلیل داد صاحب جمال کجا؟ ای صاحب پول الان کجا؟ بیا ببین که نقل یار بردم، از سلوون با التماس آوردم. درشتاش چیدم و گردو خالی دوزار میدم و گردو. خیال نکن که هرچی گرد گردوز، مغز نداره در میون هر پوز. پوز جنده و بی درد سر آوردم، از سلوفون من نقل تر آوردم. درشتاشو چیدم و گردوز.
ولی دوزار میدم و گردو فتاده مشهدی یوسف توی شاه زنختونه چرا باید این شاهی میونه ره گذر باشد درشتاشو چیدم و گردو ولی دوزار میدم و گردو قدیم که پول کمتر میخواد خریار یادم میاد دردو یه باری زنا بوز جنده و میدرد سر و بردن از سلوخون من نقل تر و بردم درشتاشو چیدم و گردو ولی دوزار میدم و گردو یالا من به بساطه تو چهام کن میرم باید چی؟ باید این که کار کسی نیم کسیم بگیرم که من دهت کنی باید بکرم اینه نمیخوام چیزی باید بکرم بفرمایید چایی میل کنید دست شما درد نکنه چرا زحمت کشیدی؟ آبشی نداره پس دختر خانومتون کجا هستن؟ دختر خانوم راستش ما اومدیم خواستگاری دختر شما من دختر ندارم عجیبی آقا رضا به ما گفتن تو این خونه یه دختر خیلی قشنگی هست که میخواد شوهر کنه رضا هم چه حرفی به شما زده؟ باور نمی کنی؟ حتما شما اشتباه میکنی ایوا خانوم جون اشتباه چی؟ رضا نام زدم آخی رضا الان آه در بساط نداره مخصوصا این چند روزه خیالش انقدر ناراحته که حد و حساب نداره تو رو خدا شما دیگه سر به سرش نذاری شما از کجا میدونی؟ من مادرش هستم اگه من ندونم کی باید بدونه؟ ای وای شما مادر آقا رضا هستی؟ باور نمی کنی؟ پس شما مادر شوهر من هستی؟ اگه رضا با شما عروسی کرده باشه بله خانم جون خیلی میبخشین مزاحمتون شدیم راستش من نمیدونستم رضا وضع مالیش بد شدی فکر میکردم از من سیر شد و دختر دیگه ای پیدا کرده حالا میتونم از شما یه خواهشی بکنم چه خواهشی؟ لطفا اینو بدین بهش ولی آخه آخه نداره مادر جون پس اسمت چیه دخترم؟ اقدس ولی تو رو خود اسمی از من نیارین و نگین که منو دیدی چون نمیخوام بدونه که من کمکش کردم حالا هرچی خودتون صلاح میدونین بهش بگین اما یادتون باشه همونطور که گفتم اسمی از من نبرین باشه خیلی خوب باشه خدافظ شما خودت به امون خدا خوش اومدین خدا بفرمین تو زحمت نکشه اختیار دارین چه زحمتی Davidam, 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 Davidam
کوچیکه، ببر بفروشش، پولشو بزن به زخم کارت. پول این چه دردی رو دوام میکنه؟ خیار میکنی چند میخرمش؟ 30,000 تومان. چه؟ چقدر؟ نگینش الماس اصله، ببین چقدر درشته. دست بردار ننه، تو دیگه ما رو رای نکن. ما خودمون گنجش که میخریم جای فولکس برگون به مردم غالب بکنیم. ما خودم این کاره ایم ننه جون. خودت چی کاره ای؟ هیچی بابا هیچی. از کجا آوردیش؟ داشتم نماز میخوندم، سر نماز دعا میکردم که خدا گره از کارت باز کنه. یه مرتبه دیدم در میزنن، رفتم در رو باز کردم، دیدم یه فرشته اومد تو، اینو داد به من. اه؟ گفت بدمش به تو. عجب. بعدشم رفت. ببین چجوری میخواد برای رنگ بکنه؟ آخه ننه تو که راشم بلد نیست ننه چون. اگه بخوای اینجوری کار بکنه همون قدم اول لا میریچه. واسه چی لا میرم؟ آخه قربون شکل ماه تا پلت برم، فرشته نمیاد در حیات تق 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 در بزنه که. فرشته پرد دنه ننه جون، هر جا باشی همون جا از آسمون ناظر میشه رو سره. از این اگه خواستی این کارو بکنی بیا پیش خودم درست روان کن، اینه ما چت وامشه. هر کاری یه رای داره ننه، یه بلدی میخواد، همینطوری که نمیشه که. من که نمیفهمم تو چی داری میگی رضا. اما من میفهمم تو چی میگی. قربون شکل ماهت برم. حالا چی کار میکنی؟ میبری بفروشیش یا نه؟ اگه راستشو بخوای من از این کارا دست کشیدم، اما حالا که تو اصرار میکنی قبول دارم. باشه، حرفی ندارم. اما مواظب باش ارزون نفروشیشا. ننه تو دیگه واسه من اوستایی نکن، من خودم اوستای این کارم. چشم به هم بزنیم 50 چون قابش کردن. اگه 50 تا بخرم که خیلی خوبه، تمام گرفتاریات رفع میشه. آره، امروز دور میتونیم با پولش یه چلو کباب حسابی رو برا بکنیم. به خدا توکل داشته باش ننه، منم برات دعا میکنم. خیلی خواهد. چند میدیم؟ 65 تومن آخرش. 65 تومن؟ بله. 65 تومن پول نیست داشته من. نه 65 تومن گروه. حده با شما بهش بکارم. بلش کن بابا، مخش کفر زده. خیلی خواهد باش 50 تومن خیلی شو بیدیم. نه نمیخوام گرونه. چی رو نمیخوای گرونه؟ چجاش گرونه حتی؟ ما 40 تومن بیشتر نمیخوام. خیلی خواهد 40 تومن خیلیش ببینیم. چون مادرم مریضه رو نمیده مک میدم. اینه این کارا نمیکنم، تمام ترنه به گردی ها لنگش گیر نمیاد. چون مادرم مریضه دارم بهت میدم، اینه اینه مطمئن خارج آوردم. چند نفر خواستن ازم 50 تومن بخورن نفروختن، چون شمایی بهش کار دادم. قربون تو خیرش کنی. بعد آقا بیا که مریم با قربون دسته. بعد آقا بسن بریم سرکا جون ایشونه. آقا من کار به حال شدید که به نظارم کرده جون شما در کنه. من کاری کرده من میخواد کلا بگیرم، به من میخواد کلک بشه. نفرم هیچ کلکی نمیتونی بکنی. آقا میبینه جناب سر، خدا شاهد این انگشتر رو مادرم به هم دادن. مهم نیست که مادرت بهت داده یا پدرت، چرا میخواستی اونو بفروشی؟ جناب صرف، بنده آدم باوری هستم، به لباسم نگاه نکنی. چند میخواستی بفروشی؟ همش 5 تومن جان صرف. 40 تومن قربان، 40 تومن زمینه پرونده است. هم بهش گفتم 5 تومن، خودش گفت 40 تومن. گفتم بابا 5 تومن کافیه. سلام. گفت نه میخوام 40 تومن بدم. جناب صرف، دزد جواهرات منو دستگیر نکردی؟ رد پاشینو پیدا کردیم، فردا پس فردا پیدا میشه. اگه جواهرات به مغازه برنگرده به کلی ورشکست میشم. هیچ جای نگرانی نیست، تمام دزدا شناخته شدن، مامورین دنبالشون هستن، ما تا دونه آخرش از چنگشون بیرون میاریم. این انگشتر چیه جناب؟ سر معامله مچشون گرفتن. میتونم یه نگاهی بکنم؟ بفرمایید خواهشم. چی؟ انگشتر کم نظیریه. چند میارزه؟ 30-40 تا رو خیلی خوب دیدی؟ بفرمایید جناب سروان. دیدین ایشون چی گفت؟ منم که 40 تومن بیشتر به این آقا نفروختم. ایشونم که این کار اصلا اهل فنه. پسر خاله منم کنید میگه 40 تومن دیگه. 40 تومن نه آقا جان. پس چقدر؟ 40,000 تومن. یه دامنه فورم بهش دستان بزنید.
از همکاریتون متشکرم آقا. بازم به ما سری بزنید. لطف کنید. خدافظ آقا. دستم جان شما چی گفتین من دستم بزنم؟ این انگشتا از کجا آوردید؟ جناب فرمان یه فرشته داده بودش به مادرم، مادرم هم دادش به من، گفت 30,000 تومان قیمت داره، اما من رو بی اعتقاد باور نکردم. مادرش رو بیارید اینجا. جناب سرمان، دختره گفتی انگشتر رو بده رضا بفروشه، اما نگو که شما بنابراین اقدس؟ آره، اسمش اقدس بود، خودش به من گفت اسمم اقدسه. دختره رو فن بیارید اینجا. بله قربان. این انگشتر از مادرم به من ارث رسیده. پس چرا دادینش به آقا؟ این آقا نامزد منه، چند روز دیگه با هم عروسی میکنیم، بنابراین هر چی که من دارم متعلق به اونه. منو به عنوان هدیه نامزدی به نامزدم دادم. شما باید به صاحب اصلیش برگردیم، یعنی به ایشون. مطمئن هستین که اشتباه نمی کنی؟ کاملا. خب دیگه با اجازتون ما مرخص میشیم، چون خیلی کار داریم، باید بریم خرید عروسی. را بیفرزا جون بریم عزیزم. بسیار خب، منم زیاد معطلتون نمی کنم. سرکار جون. سرکار دستبند باز کن. افترش بارم سرکار. یواش یواش یواش. قربونه درد بفرمین آقا، این انگشترشون. قربونش. آرزوی خوشبختی برای هر دوتون. قربونش. مبارک. انگشتر فقط به درد تو برازدن. قربونش. جناب فرمان با اجازه. شما تشریف بیارید، خوش آمدید. بفرمین. برو بیار دیگه. بفرمایید. متشکرم. از رنگش زیاد خوشم میاد. یارو خانم به این رنگ دنیا. رنگ ها به جهان خیلی زرنگی. خوشم میاد. از وقتی که آوردمش پیش خودم، فروشم دو برابر شده. مشتری رو دست خالی از در نمیفرسته. انگار موره مار داره. همه شیفتش میشه. خدا پیشونه. حاجی جون شانس آورده، دوماد خوبی نصیبت شده. بله بله همینطوره. حاجی جون بیا و تو عالم رفاقت یه محبتی در حق ما بکن. چه محبتی آجا؟ این محمد آقا رو بفرستش بیاد در حجره ما. از تو چه پنهون، سبیه دیگه دم بخته. منم که دنبال یه جوون نجیب و سربرا میگردم. والا من حرفی ندارم، دید خودشم راضیه یا نه. اونش با من راضیش میکنه. دیگه بختشی که این جوون یه سر و سامون میداره. تو هم رفتی قطعی مرد. آری نونه دفته تو رو لفه مقون چکنم شرق گوشه دوزن.